సుదూరం అసుదూర అసుదూరం. అసుదూరం అసుదూర అసుదూరం అసుదూరం మనది వనవదు హోషితోం అసుదూరం మనది వనవమదు హోషితోం అంచునం మావితు గాష్ తంఫిదరోషితోం అంచునం మావితు గాష్ తంఫిదరోషితోం. یکدم از دل نبرم یکدم از دل نبرم یادی دل آویزی تو را یکدم از دل نبرم یکدم از دل نبرم یادی دل آویزی تو را گرچه چون عشق دل رفتن آغوشی تو هم گرچه چون عشق دل رفتن فراموشی تو هم از تو دورم از تو دورم از تو دورم نگاهی گرم مادر نگاهی گرم مادر چشمی سخنگوی تو نگاهی گرم مادر نگاهی گرم مادر چشمی سخنگوی تو حواسی بوسم و در لب خاموشی تو هم حواسی بوسم و در لب خاموشی تو هم از تو دورم از تو دورم از تو دورم گرچه در حسرتم است گرچه در حسرتم است دوری برخی نگاه گرچه در حسرتم است
گرچه در حسرتم از دوری برقی نگاه. زنده با یادی تو گرمی آغاشی تو هم، زنده با یادی تو گرمی آغاشی تو هم. از تو دورم، 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 از تو دورم. دوباره به دنیا سلام میگویم، به آفتاب و به دریا سلام میگویم. دلم چو حجت سرخ بهار پیش شماست، به مهر آن گل مینا سلام میگویم. بله دوستان عزیز، دوی دوباره براتان درود میگوییم. شامی نکویتان را به خیر باشد میگوییم و دوی دوباره بخشیدیم برنامه خاطره ها را به یکی از ستاره های درخشان صنعت موسیقی مشرق زمین که با گذشتن سالها، با گذشتن قرنها ببینید که باز هم درخشان تر می شود. شهرت و شانش نه تنها زمین و زمان را بلکه کیهان را نیز فرا گرفته است. این نفر احمد ظاهر می باشد. دوستان عزیز چه خیلی پای بردید و گمان دارم که نابست از آنه که سرود اولی که باز خانه شد با نام از تو دورم، امروز ما به شما نزدیکتر خواهیم بود با خاطره های نکویش. و باز هم رمزی است که ما برای بازخوانی کردن سرودهای ایشان دعوت نمودیم یک تن از هنرمندان سرشناس کشور را که بی‌واسطه در ایجاد پیروی دارند، به احمد ظاهر فرهاد یادینه. خوش آمدید. درود برایتان، درود به مطربان، شامتان بخیر باشد. رحمت، تشکر. میدونید هر وقته که سوال میکنند از هر گونه نفران، مثلا عالم باشد، ادیب باشد، آوازخوان باشد، آهنگساز باشد، که احمد ظاهر را چی گونه میشناسی، هر گونه جواب میدهند، نابسته از آنه که یک خاطره نکو دارند، یک بهای بلند میدهند، ولی پاسخ هر گونه است. و خیلی آگاه هستیم شما زیاده از 40 سال است که ایجادیات ایشان را جستجو دارید و میآموزید. و در خاطر دارید چگونه باری اولین شناختید و پس از گذشتن 40 سال چگونه دریافتید؟ گمان میکنم این محبت همان گونه مانده است و یا بیشتر گردیده است. من وقتی احمد ظاهر میگویم همون دوره جوانی خودم رو نیست بیاد میارم. آدم های همون دوره، شخصا من همچون بعدی که آموختم و پر آموخته نمیشد، بعدی که همین شخصیت رو آموختم، انسانی که هستیش رو برای صنعت، برای انسان ها هستیش رو بخشیده است. همچون یک انسانی که زیباست، چی در چهره، چی در آواز، چی در رفتار، اما شوخی های که میکنه در داره سبتاشه، شوخی های بسیار شنیدنی هست، دلکشند. واقعا هم یک انسانی به نهایت خاکسار در برابر آنه که مثلا یک شهرت و شانش عالمگیر شده بود، ولی در یاد همه همچون یک انسانی زمینی میموند، مونده است و قصه هایش نیز گوش به گوش میگذرد. و اینچنین شنیده ایم که روز یک زن به داروخانه میدراید و با آه و فغان بیرون میشود از آنجا و در همانجا احمد ظاهر پیدا میشود و پرسان میشود که شرح حال چیست. بعدن ابراز میکند زن دردش را، میگوید که پسرم به یک درد گرفتار است، مبلغ ندارم که دارو خرم. و احمد ظاهر هم دارو میخرد و هم حساب نکرده یک مبلغ معین را به دست آن زن میدهد و میگوید که تیز از پای
تبابتی پسرت شو. همین خیلی می رود و بعد همون زن از پای احمد ظاهر می رود می گوید که پسرم چی نام داری؟ خدمتت را چگونه لازم نیست میگه فرزندت فرزندت شفا یابد همین دولتی ماست میگه بعد میگه چی کسی چی نام داری میگه کسی هم نیستم کسی. اما هم از ظاهر هستم بیاید میگه و خونش تکلیف میکند به نهایت آدم مثلا عشق میورزد و شاید انا همون راز نهانی که اسرار نهانی که تا به امروز کشف نکرد یگان آهنگساز، یگان ادیب، یگان عالم هم در همین باشد که در برابر این قدر یک شخصی بزرگ بودن، یک شخصی زمینی و خاکسار بودن. اما خوبی است که انسان به جاویدان اگه من فکر میکنم جاویدان شدن استاد احمد ظاهر نه تنها در آوازخانیش بلکه در همون خوبیش هم هست. بله، درست. این قدر و برای که من یک رفیق داشتم گفت که وقتی اونا یتیم بودند بعد هر روز برای همونا خوراک تیار میکرد است. با همونا که یک جای نشسته خوراک میخورد است. بله ما نه تنها از سبکش از صنعتش چیزی به خود گرفته میتونیم بلکه از انسانیگریش هم بسیار چیز را آموختن ممکن است. باز میگویند که یک سری دیگری موفق شدنش هم در آن است که توانست همین آهنگ مشرق زمین را آهنگ آریایی تبار را با غرب آمیخته کند سینتز کند و یک سبک نوی را روی کار آورد که پس از آن پیروانش هزاران و هزاران، مخلصانش هزاران و هزاران. پیش از احمد ظاهر هم این کار رو کرده بودند، استاد زلاند و ساربان و دیگر و دیگر رو میکردند. ولی به همون یک درجه معین عهده برای کرد، استاد احمد ظاهر است. بید سری همین حرف بزنیم که شما شروع از کی خواستید در همین رویه، در همین پیروی سرود ایجاد کنید؟ هنوز ولی تا سبتاش در همین تاجیکستان پیدا نشدند از رادیو صدا میداد گوش میکردیم عجب یک آوازی که به خود میکشد و به شرطی که مثلا انسان همون صاحب استعداد اگر تکمیل دهد کوشش کند غیرت کند و البته که محنت کند و مشقت کشد و رنج ببرد میتواند به سطح برسد و این را در ایجادیات احمد ظاهر ما بسیار خوب میبینیم زیرا این را ببینید که همگی 33 سال داشت که از دنیا درگذشت ولی تا هنوز هم سرودهایش را گوش میکنیم با همون شروع شوقی که داشتیم و تا حال هم نسلی نو را پیگیری میکند پیروی میکند گوش میکند و اینجا باز در کلواری برنامه سروده داریم با نام دلم در عاشقی آواره شد که همین حالا باور دارم دل بیننده را باز هم به شروع شوق میورد من عنیقش را نمیدانم ولی از همین آهنگ دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بودا بوی یک آهنگساز تاجیک میوید برای که از کمپوزیتورهای تاجیک هم از استاد عبدالفتاح یادینه هم خونده است بله و این معین نیست عاشق شده ای دل غمایت مبارک با فکرم که همین یا آهنگ عبدالفتاح یادینه است یا که از سعید همرایف همین دنیای همونو پیش نظر میوید و بیایید همین سرود رو منظور بیننده سازیم بازخوانی کنیم بیایید احمد دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا تنم از بدلی بیچاره شد بیچاره تر بادا تنم از بدلی بیچاره شد بیچاره Thank you.
بطارا جهی عزیزم زلفی تو ایاریه دارم بطارا جهی عزیزم زلفی تو ایاریه دارم بخون رزی غریبان چشمی تو یاره تر بادا بخون ریزی غریبان چشمی تو یاره تر بادا دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا تنم از بی دلی بیچاره شد بیچاره تر بادا تنم از بی دلی بیچاره شد بیچاره تر بادا همه گویم که از خون خاریش خلق به جان آمد همه گویم که از خون خاریش خلق به جان آمد من این گویم که بری جان من خاره تر بادا من این گویم که بری جان من خون خاره تر بادا دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا تنم از بی دلی بیچاره شد بیچاره تر بادا تنم از بی دلی بیچاره شد بیچاره تر بادا دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا این هم یکی از سرودهای لیریکی سرودهای عشقی سرودهای بسیار صمیمی و آرامی احمد ظاهر می باشد که همین حالا منظور بینندگان گردانیدیم و عموما اگر نظر اندازیم به مندرجه سرودهایشان قسمتی زیادش را چنین سرودها تشکیل داده است شما چی همچون مثلا آوازخوان همچون صنعتکار همه سرودهایشان را از خود کرده اید چون باور داریم همچون شنونده در تمام خاندان مردم تاجیک هست فیتههایشان گوش میکنند صدا داده است از روی حساب من فقط 330 تا سرودی به زبان فارسی خوانده است ولی بعضیاش آهنگ احمد ظاهر نیست از کینه فیلم های هندو دور است و هر شب تا سر گریان چشم ما پیدا اینا آهنگ هندی هستند یا که ای پادشاه خوبان شعرش فارسی است و آهنگش هندی است ولی به هر حال در بالای این یک بسیار کار می باید کردن من گوش میکنم اریجینالی همین سرودایی که هندو خونده است و احمد ظاهر به من نمیدونم من شخصیت یک کسی را پایمال کردن نیستم هندو هم همین گواره صنعت دنیا به فکرم هندوستان است ولی احمد ظاهر به درجه خونده است که خوبتر و بهترم به فکر من اکنون این فکر من است خوبتر خونده بهای شما است به من احمد ظاهر بیشتر مثال نمید ای پادشاه خوبان بسیار هنرمندای تاجیک هم خواندگی هم محمد رافی هم خواندگی است حافظ مشهور هندوستان نظر به همشه به من احمد ظاهر بیشتر مقبول است
و اینچنین استاد جورابیک نظری همین گونه قصه میکنند که در برابر این سرودها احمد ظاهر اینچنین سرود ای ساربان آهسته‌ران را نیز سرودند و چون این دو یک دوستی نزدیک بودند، همنشینی خیلی نزدیک و صمیمی بودند و جورابیک نظری میگویند که این سرود را در دولت ما یک هنرمند خیلی نامی و حرفه‌ای راست میگه ظفر ناظم خوبتر و بهتر از ظفر ناظم بهتر کسی نخونده است این سرود رو. بله. و ببینید که مثلا بزرگی ایشان را گوش میکنند واقعا هم سر فرود میورند نزد صنعت ایشان که مثلا بله از من بهتر خونده است. و اینجا روی خطی که در دست گرفتم این همان روی خطی است که شما با واسطه آموختن ها معین کردید که 330 تا با زبان فارسی و دری سرود خواندند. و این را ببینید که ویژگی لیکن آهنگاش همش سخناش فارسی است. سخناش آهنگاش هندویی هم هست. متنش فارسی است و آهنگاش هر گونه است. همش درد و همش رنج و همش غم. این آهنگ ایرانی است آخی. یا که رفته زبرم آن شب. این از اکی ظفر هم میخونه. احمد ظاهر هم خونده است. این آهنگ ایرانی است. بله درست است. و حتی با شاعران معاصر همان دوره نیز همکاری کرده است خوشبختانه احمد ظاهر میدانیم و اینچنین همین گونه بها میدهند به ایجادیاتش به موفقیتش به سنتش که ویژگی خاصش هم در همین بود که با زبان ناب فارسی و دری سرود میخواند و با همین وسیله دعوت میکرد تمام آن نفرانی که آریایی سخن میگفتند فارسی سخن میگفتند که پاک نگاه دارند به آلایش نگاه دارند. بسیار آهنگاش از شاه ولی ولی ترانه ساز است. بعض از فضل احمدی نینواز. بله واقعا در دست همین استادان بزرگ تربیت یافته است. البته. و باز سرود داریم اینجا با نام اگر تو یارک من باشی. اگر تو یارک من باشی من به دنیا غمی ندارم. اگر تو مهمانی من باشی من به دنیا همه را دارم. بیایید این سرود رو هم پیشنهادی بیننده گردانیم. اگر تو یارکی من باشی من با دنیا غمی ندارم. اگر تو یارکی من باشی من با دنیا غمی ندارم. اگر تو مهمانی من باشی من با دنیا همه را دارم. اگر تو مهمانی من باشی من با دنیا همه را دارم. شب تو هایی ببرم همه گل ها به سرت می پاشم. و اگر تو یار نمایی از من زی خوشی تا به سحر می گویم. و اگر تو یار نمایی از من زی خوشی تا به سحر می گویم. که تو دلدار منی که تو جانان منی که تو غمخوار منی دوست دارم. که تو دلدار منی که تو جانان منی که تو غمخوار منی دوست دارم. اگر تو یارکی من باشی من با دنیا غمی ندارم. اگر تو یارکی من باشی من با دنیا غمی ندارم. اگر تو مهمانی من من با دنیا همه را دارم. اگر تو مهمانی من باشی من با دنیا همه را دارم.
یکشم مهربان شوی و از روی لطف بگیری خبرم. اگر یکشم مهربان شوی و از روی لطف بگیری خبرم، و اگر از ناز بس رویم خندی بکشد گردی راحت چشم سرم. که تو دلدار منی، که تو جانان منی، که تو همکار منی دوست دارم. که تو دلدار منی، که تو جانان منی، که تو همکار منی دوست دارم. اگر تو یارکی من باشی من با دنیا غمی ندارم، اگر تو یارکی من باشی من با دنیا غمی ندارم، اگر تو مهمان من باشی من با دنیا مرا دارم، اگر تو مهمان من باشی من با دنیا مرا دارم. اگر تو یارک من باشی، این یکی از سرودهای است که به اختیار هنگامی صدا دادنش زیر لب تکرار میکنیم، همگان متنش را از یاد میدانیم. و باید گفت که در برابر احمد ظاهر باز هم چندین هنرمندان تاجیک این سرود را سرودند با یک هنری والا که به گوش شنونده، به دل شنونده راه یافته است. و از این سرود شما چی یاد دارید؟ چگونه شد که شما این سرود را نیز از خود کردید و می سرایید؟ اما یک دو وقت پیش من از کدام آوازخانه هم در رادیو بود کجا بودم، این سرود صدا داده بود، گوش کردید، خوانده است، خوب خوانده است. و دوره ما معرکه نبود که همین سرود را نخوانم. تا هنوز هم همین گونه شهرت دارد. پیمستانه من شنیدم بسیار خوب میخوندن همین سرود را. بعد خودش هم سرودی معرکوی است آخیر. رقصی است. به رقص و خرسندی دعوت میکند. وقتی که حتی سرود احمد ظاهر را هم بسراید، ولی به خود خاص میسراید. البته. و درباره انامین خصوصیت های خاص خود میگفتید که مثلا چگونه نوویگری وارد کردید، یک جدیدیت آفریدید در سرود هایش که هم کاسته نگرداند و هم مثلا از حد نگذرد. مثال من پیش از سرود را خواندن اول در خانه در تنهایی میخونم، مشق میکنیدم، ثبت میکنم، خودم گوش میکنم. بسیار سرودهای هستند که به نهایت برجسته اند، ولی نه به هر آوازخوان موافقت میکند. هر یک هنرمند سرودی خودش رو دارد، ولی این آن که ما میخونیم این اعتقاد به همین هنرمند است. اخلاص است، محبت است. اخلاص است، محبت است. بله، اول زینه های تقلید است تا به همون به یک سطح رسیدن. بله. همون زینه ها را که میبروید بعد راه معین میشد. بعد علاقه آوازی خودش پیدا میشد و سبکی خودش را وای میکند. چه خیلی شنیدیم، مشاهده کردیم، نوبسته از آنه که مثلا یکمی جدیدیت وارد کردید نویگری، ولی زیاد روی نکردید، به نهایت فارم است، شنیدنیست. و باری دیگر سپاس که به برنامه ما تشریف آوردید، بازخوانی کردید سرودهای احمد ظاهر رو، خاطری ما و بیننده رو شاد گردانیدید. آدمون بها میتین همچون که وی گذشته است و نیست، یا که مرد نمیرد به مرگ، مرگ از او نام جست، نام چو جاوید شد، مردنش آسان کجاست. و بیننده عزیز، این شام بسیار سرودهای جاویدانه و ماندگار بازخوانی کرده شد، صدا داده شد. از این رو باور داریم که ما توانستیم تب شما را بریده گردانیم، ما توانستیم یک در ضمیر قلب هایتان خاطره های نکو را بیدار کنیم و به دل شما راه یابیم. این برنامه خاطره ها بود، باز هم با تنین یک سرود دیگر برنامه را جمع بست میکنیم.
قلب ما خالیست خالیست قلب ما خالیست خالیست دل بری دل ها کجا خاکی تیره است و پرسم ظاهری زبا کجا قلب ما خالیست خالیست قلب ما خالیست خالیست دل بری دل ها کجا خاکی تیره است و پرسم ظاهری زبا کجاست خاکی تیره است و پرسم ظاهری زبا کجاست چرا در دیدم اوا کردن است عشق گرمی من چرا در دیدم اوا کردن است خون دل من از تو پرسم آن چکیدن ها کجا خاکی تیره است و پرسم ظاهری زبا کجا قلب ما خالیست خالیست قلب ما خالیست خالیست دل بری دل ها کجا خاکی تیره است و پرسم ظاهری زبا کجا قلب ما خالیست خالیست دل بری دل ها کجا خاکی تیر است و پرسم ظاهری زبا کجا آدمان پلای هم در گره ها خوابیدن آدمان پلای هم در گره ها خوابیدن با سرودی با پسینت آرمیدن ها کجا خاکی تیره است و پرسم ظاهری زبا کجاست قلب ما خالیست خالیست قلب ما خالیست خالیست دل بری دل ها کجا خاکی تیره است و پرسم ظاهری قلب ما خالیست خالیست قلب ما خالیست خالیست دل بری دل ها کجا خاکی تیره است و پرسم ظاهری